اونقدر که با حرف صحیح میشه علیه حق قیام کرد، با حرف باطل نمیشه علیه حق قیام بکنه انسان، به ویژه با استفاده از متن دین. وقتی کسی بخواد ضربه بزنه، از آیات و روایات و رفتار اولیاء خدا استفاده بکنه علیه دین. امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره میفرمود چی؟ کلمت و حق یراد و به حل باطل. این حرف صحیحیه که ازش اراده باطل میشه. اگر مردم رفتار و گفتار منافقانه رو نشناسن، منافق کماکان ذلیل که نخواهد شد، هیچی سوار هم خواهد بود. منتها چجوری میشه از حرف حق علیه جبهه حق استفاده کرد؟ ترفندها شما باید بدونیم. نمونه برای شما مثال بزنم. امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کرد، سخن مردم را شنید، همش درسته. یه جوری عبا از دوش پیغمبر کشید، اون فرد خون افتاد گردن پیغمبر. اینجوری بهش توهین میکردن، پیغمبر صبر میکرد. چقدر پیغمبر صبور بود، چقدر خوب پیغمبر اینقدر بزرگوار باشه. بله خب مسلمه اینقدر خوبه. حالا منظورت چیه؟ هر کسی اومد مقابل مثلا رهبری جبهه حق ایستاد، اینقدر هم توهین کرد، او هم باید مانند پیامبر اکرم تحمل بکنه. اینا ببین حرفای درست و اطلاعات صحیحیه که یراد به حل باطل. این حرفهای صحیح رو انتخاب میکنن بدون ذکر حرفهای صحیح دیگری که باید در کنارش بگویند. بد نیست آدم این حرفا رو بزنه. همه حرفای مربوط به زندگی اولیاء خدا باید بیان بشه، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. اما ناقص نباید بگیم. ناقص بگیم سوء استفاده کردیم. تو گفتی امام حسن مجتبی در مقابل مردم کوتاه آمدن، اما نگفتی لعنت خدا بر آن منافقینی که موجب انحراف افکار عمومی شدن، نفرین خدا بر اون مؤمنین ضعیفی که موجب تحمیل اقدام ناصحیح و ناصواب شدن به امام حسن مجتبی علیه السلام. چرا اون ورشو نمیگی؟ هر دوشو بگو. ببینید این حرف بنده فرق میکنه با این که بگیم از صلح امام حسن حرف زدی، از حماسه و جنگ امام حسین هم حرف بزن. نه، حالا اون یه بحث دیگه است. همین قسمت صلح امام حسن رو که گفتی همشو بگو. کسی از صلح امام حسن مجتبی حرف بزنه اما از خیانت یاران امام حسن مجتبی حرف نزنه، خودش خائنه. یه قسمتی از حق خیلی بدتر از اینه که شما سخن باطل بگی. آقا شما طرفدار صلح هستید یا جنگ؟ معلومه ما طرفدار صلح هستیم، اما صلح حقیقی، نه صلح تحمیلی. صلح حقیقی با صلح تحمیلی فرقش چیه؟ صلح حقیقی صلحیه که صلح پایداره، دشمنان از بین رفتن، همه جهان پر از صلح و عدل و داد خواهد شد. یه قسمتی از حق خیلی بدتر از اینه که شما سخن باطل بگید.